بود فرقان با شما کوروش ارفانی هستم و قسمتی دیگر از برنامه های کنش و اندیشه رو خدمتون ارائه میدم. این برنامه رو هم اختصاص میدیم به مسائل روز و با هم دیگه بررسی میکنیم شرایط کنونی رو بعد از حرکت درخشانی که در روز 25 بهمن صورت گرفت و عملا معادله شرایط در ایران رو تبدیل کردش به یک موقعیتی که شاید بد نباشه. بعد از گفتاری که روز گذشته داشتیم اون رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که علاوه بر راهکارهای مشخصی که روز گذشته و در برنامه قبل ارائه دادیم چه موضوعاتی هستش که میبایستی مد نظر قرار بگیره برای ادامه حرکت و دستیابی به یک موقعیتی که در اون بشه ضربه نهایی و حمله نهایی رو نسبت به رژیم ضد مردمی و ضد بشری جمهوری اسلامی انجام داد. همونطور که میدونید ما در معادله قدرت باید ببینیم که اهرم هایی که رژیم جمهوری اسلامی بر روی اون استوار هست و استفاده میکنه از اونها برای ماندن در قدرت کدوم ها هست و بنابراین روی اونها کار بکنیم و بر اساس گذاشتن انرژی بر روی اونها عمل بکنیم. امروز من سه موضوع رو مورد بررسی قرار میدم تا ببینیم که هر کدوم از اینها چگونه میتواند یاری برسونه در ضعیف کردن پایه های قدرت رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی و به این ترتیب با تضعیف این حاکمیت ما بتونیم آمادش بکنیم برای دریافت ضربه آخر و به صلاح خارج شدن از صحنه. محور اول که به نظر میرسه جمهوری اسلامی خیلی بر اون متکی هستش نیروهای نظامی و امنیتیش هست. به عبارت دیگه تلاش جمهوری اسلامی بر این هست که با پرداختن مبالغ قابل توجهی به عنوان حقوق و دستمزد به مزدوران خودش عملا این نیروها رو با خودش نگه داره و برای حفظ و بقای خود از اونها استفاده بکنه. اما باید به یک نکته مهم توجه بکنیم و اونی که هرچه این نیروها کارکردشون از خدمت مستقیم به ادامه بقای رژیم کمتره، پرداختن به اونها و توجه کردن به اونها هم توسط حکومت کمتر هستش. یعنی شما نگاه بکنید ببینید بیشترین نیروی که مورد توجه قرار میگیره کسانی هستند که به عنوان آدمکش و چماغدار و اینها در خیابانها در حال حاضر حضور دارن، گارد ضد شورش هستش، نیروهای ویژه هستن و بعد به تدریج به اصطلاح سپاه پاسداران و در نهایت ارتش. بنابراین میشه گفت که نیروهای ارتش شاید به نوعی میتونیم بگیم کمترین نیروی هستن یا در واقع نیروی هستن که کمترین توجه بهشون میشه از جانب حکومت به دلیل اینکه کارکرد مستقیمی در به اصطلاح حفظ نظام جمهوری اسلامی در جامعه ای که بر علیهش به پا خواسته و داره حرکت میکنه ندارن و در واقع نقش ارتش برای مثلا حفظ امنیت خارجی جمهوری اسلامی هستش. به همین دلیله که بر اساس گزارش هایی که وجود داره ارتش در حال حاضر نیروی بسیار مستعدی است برای جدا شدن از حکومت. این به این معنا نیستش که همین الان ارتش حاضر آماده است. بایستی یک سری از واقعیت ها رو در رابطه با ارتش مد نظر قرار بدیم. یکی این که ارتش رو بایستی به 4 لایه تقسیم کردش. یک افسران به اصطلاح رتبه بالا هستن، عالی رتبه هستن که فرماندهان ارتش رو تشکیل میدن و واقعیت این استش که جمهوری اسلامی هوای اونها رو داره و سعی کرده تا اونجایی که ممکنه فرماندهان عالی رتبه خودش رو به هر حال شکمشون سیر بکنه، به جیبشون برسه
تا بتونه به عنوان مزدور از اونها استفاده بکنه و هم ارتش رو کنترل بکنه به طور کلی و همین که از وفاداری اونها اطمینان داشته باشه که بهش خیانت نمی کنن و این نکته مهمی هستش. بنابراین یک لایه اون بالا هستش که وابسته به نظام جمهوری اسلامیه، به نوعی وامدار و جیرخار نظام جمهوری اسلامی است و بنابراین خیلی نمیشه روش حساب کرد. بعد میرسیم به بدنی افسران ارتش که در واقع دل خوشی از جمهوری اسلامی ندارن. این افسران به هر حال فراموش نکنیم از کسانی هستن که اندک تحصیلاتی دارن، به دانشکده افسری رفتن، بنابراین یه مقداری دیدشون نسبت به مسائل بهتر و بیشتر هستش، اما در این حال مورد ظلم و ستم واقع میشن به نسبت اون چیزی که یک افسر سپاه پاسداران در اختیار داره. حقوق ارتش چیزی نزدیک به 30-40% کمتر از سپاه هست و بنابراین باز بر اساس گزارش هایی که موجود هستش یک نوع نارضایتی ضمنی در بین افسران ارتش، افسران رتبه های میانی و پایین ارتش وجود داره و بنابراین میشه روی اونها حساب کرد به عنوان نیروهایی که شاید در صورتی که کار جدی صورت بگیره و شرایط مناسب باشه بتونن به عنوان نیروهایی که در کنار مردم قرار میگیرن مورد ملاحظه قرار بگیرن. بعد ما به اصطلاح بدنه درجه داران ارتش رو داریم که به طور کلی قشری هستش که چندان وضعیت مالی خوبی نداره در حال حاضر. بسیاری از این درجه داران و حتی افسران جز بر اساس گزارش هایی که در دست هست مجبور به کار دوم هستن، شغل دومی دارن. بسیاری از اونها از شرایط زندگیشون کاملا ناراضی هستن و فقط به دلیل فقر و بیکاری هستش که روی آوردن به این شغل و بسیاری از اونها هم گزارش میرسه که از هر فرصتی میخوان استفاده بکنن تا بتونن خودشون رو زودتر بازنشسته یا بازخرید بکنن که یه حقوقی از ارتش بگیرن و در این حال بپردازن به یک کار دوم یا سوم برای امرار معاش خودشون. بنابراین این واقعیت رو در ارتش میبایست مورد نظر قرار بدیم و فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی رژیمیست ورشکسته از لحاظ اقتصادی و هرچه کمتر و کمتر خواهد داشت که بتونه به صلاح به ارتش بده، چه از لحاظ حقوق و مزایا و امکانات رفاهی و بیمه و چه از لحاظ امکانات مادی و تجهیزاتی که ارتش برای کار خودش مورد نیاز داره و بنابراین زمینه ها و بستر نارضایتی در ارتش فراهم هست و ما میتونیم این رو در بسیاری از گفته ها و داده هایی که در اختیار داریم ببینیم و البته خود شما عزیزانی که در داخل کشور هستید بهتر میتونید با شناختی که از مثلا ارتشی ها دارید، از روابطی که با ارتشی ها دارید نسبت به این موضوع قضاوت بکنید. و اما لایه چهارم برمیگرده به نیروهای وظیفه ارتش که اینها نیروهای مردمی هستند، نیروهایی هستند که عملا از مردمن و مجبور به ارائه اجباری خدمت در ارتش هستند و بنابراین نباید شک کرد که در صورتی که شرایط مستعد و مساعد بشه این بدنی وظیفه های ارتش اولین قسمتی هستند که جدا میشن از کل این ساختار. پس نتیجه گیری که از این قسمت اول میکنیم این استش که یکی از محورهای خوبی که میشه به اصطلاح شکاف جدی در ساختار قدرت انداخت و یکی از نیروهای اساسی نظامی رو جدا کرد ازش و یا در مقابل حتی حاکمیت ضد مردمی قرار داد ارتش هست، اما این شرطش اینه که روی این موضوع کار بشه، کمپین هایی گذاشته بشه و یا از جانب مردم به طور جدی با ارتشی ها صحبت بشه، آگاهی رسانی بشه و احساس مسئولیت ارتشی ها رو نسبت به آنچه که رژیم ظالم، آدمکش و جنایتکار و تجاوزگر جمهوری اسلامی داره انجام میده برانگیخت. این احساس مسئولیت باید در ارتشی ها به وجود بیاد که بدونن
نسبت به اون چیزی که در جامعه میگذره یک احساس مسئولیتی باید داشته باشن، یک احساس در واقع یک نوع برخورد اخلاقی باید با این موضوع داشته باشن و بدونن که اینگونه نیستش که ببینن جنایت ها و ظلم و ستم رو ببینن و چشم ببندن بر آنچه که گذشته و همینطور زندگی عادی خودشون رو ادامه بدن با تمام سختی ها و مشکلات و محرومیت هایی که رژیم به اونها تحمیل میکنه تا بتونه عزیز دردونه های خودش رو در سپاه و نیروی ویژه و بسیج و غیر و ذالک بهشون امکانات و پول و ماشین و خونه و نمیدونم مسافرت و غیر و ذالک اهدا کنه. این ظلم و ستمی که در جامعه وجود داره ارتشی ها هم دارن رو میبینن و بنابراین بد نیستش که به اون فکر بکنن و در مورد اون تصمیم بگیرن که چه میخواهن بکنن و آیا در کنار مردم قرار گرفتن و خاتمه دادن به حیات ننگین یک رژیم منفوری مثل جمهوری اسلامی، یک رژیم تخریبگر دشمن ایران و ایرانی مثل جمهوری اسلامی، آیا میخوان با او بمونن و یا بیان در کنار مردم برای کنار زدن چنین حاکمیتی. این به درک و اخلاق و وجدان تک تک ارتشی ها هم از کادر و وظیفه افسر در اجدار برمیگرد. و اما موضوع دوم که محور دیگری از پایه های قدرت نظام جمهوری اسلامی هست، برمیگرده به منبع اصلی درآمد نظام جمهوری اسلامی که صنعت نفت هستش. بر اساس گزارش هایی که بسیاری از شما شاید در جریان اون باشید، با وجود اون که رژیم جمهوری اسلامی ظلم و ستم زیادی رو به کارگران و کارمندان بخش های مختلف دولتی اعمال میکنه، یک استثناء درش وجود داره و اون هم شرکت نفت هستش. و اینطور به نظر میرسه که با علم بر این که نارضایتی در صنعت نفت و به طور مشخص در شرکت ملی نفت ایران میتونه بسیار پرهزینه باشه برای اقتصاد رژیم و بنابراین برای درآمدهایی که باهاش کل ساختارهای نظام رو حفظ میکنه، خیلی روی این موضوع دقت کرده و توجه کرده که نارضایتی در میان کارکنان شرکت نفت وجود نداشته باشه تا حد ممکن. اینو هیچ وقت به صورت مطلق نمیگیم ما، اما به طور نسبی که در نظر میگیریم با سایر به اصطلاح بخشای دولتی، واقعیت این استش که میزان سطح حقوق کارمندان و کارگران شرکت نفت بالاتر هست، امکانات رفاهی، بیمه اجتماعی و مسائلی از این دست. چرا؟ چون اونجا نوندونی اقتصاد جمهوری اسلامی هستش. از اونجاست که 80% منابع مالی خارجی خودش رو تامین میکنه و بنابراین چگونه میتونه نسبت به اون بی‌اعتنا باشه. پس دقت داشته باشیم که این بخش یک مقداری مورد ملاحظه است و به قول معروف یک سری امتیازات رو از جانب رژیم دریافت میکنه که بایستی به چرایی اون خوب آگاه باشیم. ولی واقعیت اینه که ما سابقه مبارزاتی بسیار طولانی کارگران عزیز شرکت نفت رو داریم و این قشر واقعا در طول تاریخ از زمان حتی قبل از نهضت ملی شدن نفت سابقه مبارزاتی بسیار جدی داره، بهترین و قوی ترین سندیکاهای کارگری اونجا وجود داشته و یک سنت مبارزاتی خیلی دیرپایی در اونجا به طور کلی وجود داره که بد نیست مورد توجه قرار بگیره. به همین دلیلی که در این حال که این قشر کارگران و کارکنان شرکت ملی نفت ایران تا حدی وضعیت مالیشون، وضعیت اقتصادیشون شاید بد نباشه، البته این شامل کارگران قراردادی این شرکت ها این شرکت نمیشه، برای اینکه اونها عملا ربط مستقیم به شرکت ملی نفت ایران از لحاظ پرسنلی ندارن و زیر نظر مدیران شرکت‌های خصوصی که قرارداد دارن با شرکت ملی نفت ایران هستن، اما این مانع از اون نمیشه که
به اصطلاح با کارگران شرکت نفت در تماس باشن، در ارتباط باشن. و واقعیت این استش که مردم ما، ملت میتونه از هر فرصتی استفاده بکنه و با این کارگران شرکت نفت صحبت بکنه و اونها رو نسبت به نقش بسیار پر اهمیتی که میتونن داشته باشن آگاه بکنه. فراموش نکنیم که در صورت وجود یک حرکت اعتراضی و به خصوص یک اعتصاب از جانب کارکنان شرکت نفت، نه فقط صنعت نفت جمهوری اسلامی فلج میشه، منبع درآمد اصلی حاکمیت فلج میشه، بلکه بلا فاصله به صورت سنتی و تاریخی این گونه بوده که معمولا اعتصاب های سراسری در ایران از جانب شرکت نفت به اصطلاح جرقش زده میشده و سرایت میکرده به سایر بخش های راهن، کشتیرانی، صنایع خودروسازی، ذوب‌آهن و غیره، و به این ترتیب تبدیل میشده به یک اعتصاب سراسری. بنابراین این بار هم کارکنان شرکت نفت ملی ایران بایستی احساس همبستگی داشته باشند با کلیت مبارزه‌ای که در جریان، با نارضایتی عمومی که در بسیاری از قشرها وجود داره، و این عزیزان باید بدونن که در همین آب و خاکی که زندگی میکنن بیش از 14 میلیون ایرانی هستن که زیر خط فقر مطلق قرار دارن، یعنی کمتر از 2 دلار در روز درآمد دارن، به عبارت دیگه درآمدشون به 60,000 تومان در ماه نمیرسه حتی. و به این ترتیب در نظر بگیرید که زمانی که برخی از کارگران و کارکنان شرکت نفت شاید دارن با حقوقهای 600, 700, 800 هزار تومان کار میکنن، در نظر داشته باشن که 14 میلیون نفر در این کشور هستن که کمتر از 60,000 تومان درآمد دارن، و بنابراین باید به اونها توجه کرد، به این واقعیت ها باید توجه کرد و رفت به سمت این که بسیار دقیق بود نسبت به این مسئولیت تاریخی که بر دوش کارکنان شرکت نفت گذاشته شده. و به این ترتیب ما بریم به سمت این که واقعا آگاه سازی اونها، در واقع شاید نیازی هم با آگاهی نباشه، اما در میون گذاشتن این نکات با اونها از توسط مردم، از جانب قشرهای مختلف مردم میتونه بسیار سودمند باشه. ولی لذا توصیه میشه به عزیزانی که میشناسن افرادی رو که در شرکت ملی نفت فعال هستن در حال حاضر، بازنشسته ها رو شامل نمیشه مثلا، کسانی که کار میکنن، اگر با اینها تماس دارید یا از طریق بازنشسته ها با اینها تماس بگیرید یا مستقیم غیر مستقیم، و این موضوع رو مطرح بکنید، برای اونها اطلاعیه و اعلامیه و شبنامه و غیر و ذلک بفرستید، با تلفن با اونها تماس بگیرید، به محل کارشون برید، به نزدیکی محل کارشون برید، به محل تجمع اونها برید و سعی بکنید که اونها رو فرا بخوانید، دعوت بکنید به اینکه بپیوندن به یک حرکت اعتراضی سراسری که عبارت است از حرکت در واقع اعتصاب، یک اعتصاب میتونیم بگیم سرنوشت ساز. علاوه بر اینکه اعتصاب کارکنان شرکت نفت سبب خواهد شد که در سایر بخش ها هم احتمال یک اعتصاب سراسری به وجود بیاد، علاوه بر اون کارکنان شرکت نفت باید بدونن که با بستن شیرهای نفت و عملا مانع از کسب درآمد شدن توسط رژیم، با توجه به اینکه صندوق‌های رژیم جمهوری اسلامی خالی هستش، عملا دولت نمیتونه پول مزدوراشو بده، پول پاسداراشو بده، بسیجی ها و مفخورا و اینها، و این معناش این هستش که یک ریزش نیرویی خیلی شدیدی وجود خواهد داشت در درون نیروهای سرکوبگر نظام، و میره نظام جمهوری اسلامی به سمت یک نوع فروپاشی، و فرصت و امکان به وجود میاد برای مردم، برای اینکه بتونن واقعا صحنه های کوچک و بزرگ رو در دست بگیرن و به تدریج بریم به سمت اینکه مدیریت حاکم بر کشور رو به طور کلی از چنگ نیروهای ضد مردمی در بیاریم و بسپاریم به دست نیروهای مردمی. و کارکنان شرکت نفت میتونن نقش حساسی رو، نقش سرنوشت سازی رو در این میان بازی بکنن. و ما اجازه بدید بریم بر سر محور سوم. محور سوم رو
قدری عمومیت بهش میدم در برگیرنده بخش‌های مختلف هستش. واقعیت اینه که چند تا حوزه دولتی هستش یا صنایع دولتی یا بخش‌های اداری دولتی هستش که با کار خودشون سبب میشن که چرخ‌های ماشین دولتی بچرخه. چند تا از اونها رو اسم میبرم. به طور مثال کارکنان بانک ها. واقعیت اینه که اگر از جانب بانک ها ما حرکتی رو داشته باشیم که بتونه سیستم مالی و بانکی کشور رو ولو برای 24-48 ساعت برای یه هفته فلج بکنه، این ضربه بسیار مهمی رو به اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی وارد میکنه، میتونه بحران های اقتصادی و اجتماعی جدی به وجود بیاره. و بنابراین بد نیستش که هموطنانی که کارمند بانک هستن و در بانک ها کار میکنن حتما به این نکته دقت داشته باشن که میتونن از طریق به اصطلاح کار جمعی، هماهنگی جمعی، یک حرکت جمعی رو به وجود بیارن و به این ترتیب این حرکت میتونه به راستی برای کمک به جنبش اعتراضی مردم نقش مهمی رو بازی بکنه و ببره به اصطلاح سیستم دولتی رو به سمت فلج شدن و یا دچار بحران شدن. و این یکی از اون چند حرکتی است که در کنار همدیگه که قرار میگیره در نهایت سبب میشه که نظام جمهوری اسلامی ماشینش، دستگاهش در واقع متوقف بشه یا دچار اشکال بشه و به این ترتیب یک بحران سراسری به وجود بیاد که زمینه رو برای خلع قدرت از حاکمیت آماده میکنه. برابر این بد نیست هموطنانی که در بانک‌ها کار میکنن مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع بپردازن، هموطنانی که خواهان تغییر در ایجاد شرایط کشور هستند، خواهان بهبود وضعیت هستند و پایان بخشیدن به این ظلم، نابرابری و پایمال شدن حقوق انسانی و شهروندی مردم. یکی دیگر از بخش‌هایی که مورد تاکید قرار میگیره صنایع خودروسازی هستش. با توجه به گسترش اونها در حال حاضر در سراسر کشور پخش هستند و بسیاری از این صنایع چند هزار کارگر رو در خودشون دارن و بنابراین مجموعه نیروهایی که در صنعت خودروسازیه که اکثرانش هم صنایع دولتی یا شبه دولتی هستن کار میکنن، میتونن با اعتصاب در واقع یک شرایطی رو فراهم بیارن که این اعتصاب فراگیر بشه، گسترده بشه و نقش مهمی رو در ایجاد یک اعتصاب سراسری داشته باشه. اعتصاب سراسری که لازمه به اصطلاح پایین کشیدن رژیم کنونی از قدرت هستش. بنابراین صنایع خودروسازی در کنار بانک میتونه حوزه دومی باشه که مد نظر قرار میگیره. یکی دیگر از این حوزه ها صنعت برق هستش و نیز در کنار اون آب و مخابرات. اینها نیز حوزه هایی هستند که چون با سرویس دهی روزمره با جامعه در ارتباط هستند، در صورتی که دست به اعتصاب بزنن اثر کارشون، اثر اعتصابشون بلافاصله در جامعه به طور خیلی گسترده و وسیع خودش رو نشون میده و مردم متوجه این نکته میشن و پیام رو میگیرن. حتی اگر چند ساعت باشه، حتی اگر 24 ساعت باشه، مردم میفهمن که در جامعه قشرهای مهمی، قشرهای سرنوشت‌سازی در حال حرکت هستن، در حال کنش و پویایی هستن و بنابراین سرایت میکنه به سایر اقشار و ما میریم به سمت اینکه به صلاح داشته باشیم اعتراضات رو و حرکت‌های مشابه رو در سایر بخش‌ها. یکی دیگر از حوزه‌هایی که در مورد اون شاید به اندازه کافی تا به حال توجه نشده حوزه حمل و نقله. واقعیت اینه که ده‌ها هزار نفر در این حوزه دارن به صورت مستقیم کار می‌کنن به عنوان رانندگان اتوبوس‌های شهری، رانندگان اتوبوس‌های بین شهری، به اصطلاح کارکنان راهن در سراسر کشور، هم از کسانی که در قطارها هستن یا بیرون و نیز رانندگان تریلی که کار حمل و نقل کالاها رو انجام میدن و به نوعی در برگیرنده کسانی که در صنعت
هوانوردی هم هستن، صنعت هواپیمایی و در واقع خدمات هواپیمایی. به این ترتیب اگر بخش حمل و نقل نیز بیاد و به یک اتصابی بپیونده، این میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه برای تاثیرگذاری بر شرایط به اصطلاح اقتصادی جامعه، و به این ترتیب ما میریم به سمت یک تاثیر مستقیم حرکت اینها بر کل فعالیت‌های اقتصادی. شما تصور بکنید اگر اتوبوس نباشه، قطار نباشه، مترو نباشه، تریلی ها و کامیونداران به اصطلاح اتصاب کرده باشن، ببینید چقدر واقعا چه کاری میتونه انجام بشه اصلا در سطح شهر. حالا اضافه بکنید بر اون تاکسیرانان و سایر قشرهای جامعه. و در نهایت اجازه بدید که بیام بر روی یکی دیگر از قشرهایی که میتونه بسیار مؤثر باشه، و اون دانشجویان هستن که میتونن نقش بسیار مهمی رو در پیشبرد جنبش اعتراضی کشور داشته باشن. دانشجویان دانشگاه های ما تعدادشون بسیار زیاده. اولا 3 تا 3.5 میلیون دانشجو داریم ما در بیش از 220 مرکز آموزش عالی در سراسر کشور، و اینها شانس این رو دارن که هر روز در یک جا جمع میشن و امکان 1001 فعالیت دارن. اجازه بدید چند تا از اونها رو بگیم. اولا میتونن در محل دانشگاه اعتراض برقرار بکنن، تجمعات اعتراضی به وجود بیارن و صدای خودشون رو به گوش ملت برسونن، به گوش جهانیان برسونن. میتونن کلاس ها رو تعطیل بکنن، تحسن برقرار بکنن، از اساتید بخوان که بر سر کلاس ها نرن. میتونن تجمع اعتراضی برقرار بکنن و بعد بیارنش بیرون در محوطه دانشگاه، و بعد بیرون از دانشگاه در خیابان ها، در میادین، در اطراف دانشگاه ها، و بعد برن به سمت میدان‌های اصلی شهر. و به این ترتیب عملاً اگر دانشجویان دانشگاه‌ها رو فلج بکنن، این تجربهش وجود داره که سرایت می‌کنه به سرعت به سمت دبیرستان‌ها، و دانش آموزان دبیرستانی نیست که در سنی قرار دارن که نسبت به مسائل سیاسی دید دارن و تمایل دارن که در اون نقشی داشته باشن، شامل این مسئله میشه و ما میریم به سمت در واقع اعتصابات در دبیرستان ها که میتونه تبدیل بشه با مقداری همبستگی و همیاری معلمان، میتونه تبدیل بشه به اعتصاب در کل آموزش و پرورش، و به این ترتیب ما بریم به سمت اینکه 1 میلیون کارمند آموزش و پرورش رو داشته باشیم که اعتصاب میکنن، و از این طریق امکان این به وجود میادش که بتونن اونها نیز در این مجموعه بسیار عظیم نقش داشته باشن و به اصطلاح سهم خودشون رو در پایین کشیدن این حاکمیت ضد مردمی از قدرت ایفا بکنن. از اونجایی که به پایان وقت رسیدیم، اجازه بدید جمع‌بندی بکنم. گفتیم که دو محور خیلی اساسی وجود داره برای ضربه زدن به کل نظام ضد مردمی جمهوری اسلامی. یکی ارتشه که مردم عزیز ما میتونن با ارتشیان تماس بگیرن، با افسران جز و پایین، با درجداران، با سربازان وظیفه، و فکر اعتصاب، تحسن، اعتراض و مقاومت رو ببرن به درون ارتش، برای اینکه ارتش با یک بدنی بیش از 400 هزار نفری در مقابل این دستگاه جنایت جمهوری اسلامی استادگی بکنه. یکی دیگر از اونها گفتیم محور صنعت نفت هستش، که اگر کارکنان شرکت نفت دست به یک اعتصاب سراسری بزنن، منابع مالی دولت فلج میشه و کل صنایع و فعالیت‌های اقتصادی دیگه تحت تأثیر اعتصاب کارگران شرکت نفت یا کارکنان شرکت نفت میرن به سمت مسیر مشابه. و بعد گفتیم که بسیاری از حوزه‌های کوچک دیگر وجود داره که در مجموع میتونن هر کدوم به سهم خودشون نقش بیافرینن، و نام بردیم از بانک‌ها، از صنایع خودروسازی، از برخی از حوزه‌ها مثل کارکنان اداره آب، برق، گاز، تلفن، و بعد در نهایت صحبت کردیم از صنعت حمل و نقل به معنی وسیع کلمه،
تمام به اصطلاح حمل و نقل شهری و بین شهری و در نهایت از دانشجویان نام بردیم که در دانشگاه میتونن دست به اعتصاب بزنن و این اعتصاب به دبیرستان ها و در نهایت به وزارت آموزش پرورش کشیده بشه. پس ببینید هموطنان عزیز، میبینید که پایین کشیدن رژیم جمهوری اسلامی برای شما مثل آب خوردن، از زمانی که خلاقیت خودتون رو به کار میاندازید، قدری کار جمعی هماهنگی و سازماندهی میکنید و یه مقدارم شجاعت و احساس مسئولیت لازم داره این کار، و به این ترتیب میتونیم بریم به سمت این که بدون این که نیاز باشه هر بار بخوایم بریم در خیابان‌ها و کلی بها پردازیم، در همون محل کارمون و با دست کشیدن از کار به صورت دست جمعی رژیم رو در مقابل وضعیت قرار بدیم که مجبور به تسلیم باشه. در مورد مکانیزم‌های این بیشتر صحبت خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد، ایده و نقد و انتقادی بر آنچه که گفته شد دارید، با آدرس ایمیل و شماره تلفن‌هایی که در خدمتتون هست تماس بگیرید تا با هم در این مورد هم فکری بکنیم. سپاسگزارم. تا